رسانه‌ها گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در نظر دارد سناتور مارکو روبیو را به عنوان وزیر خارجه دولت جدید و مایک والتس نماینده جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان را به عنوان مشاور امنیت ملی خود معرفی کند. سیران شرفی و جزئیات بیشتر در این باره. منابع خبری میگویند دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه را به عنوان وزیر خارجه دولت خود برمیگزیند. روبیوی 53 ساله از حزب جمهوری خواه از 14 سال پیش سابقه حضور در سنای آمریکا از ایالت فلوریدا را دارد. والدین او مهاجران کوبایی به آمریکا بودند. او در علوم سیاسی و رشته حقوق تحصیل کرده است. مارکو روبیو یک بار در گذشته برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلاش کرد اما ناکام ماند. او در دو انتخابات گذشته به حلقه نزدیک دونالد ترامپ پیوست. روبیو در قامت یک سناتور بارها درباره ایران و جمهوری اسلامی موضع گیری کرده است. از جمله نقش جمهوری اسلامی در خاورمیانه. از دیدگاه آمریکا نباید نقاطی در جهان وجود داشته باشد که در آن گروه‌های افراطی با سربازگیری و علیه منافعمان و همپیمانانمان عملیات نظامی انجام دهند. این مسئله در صدر اولویت‌های منافع امنیت ملی ماست. بنابراین ایفای نقش در حوادث سوریه و عراق برای ما حیاتی است، زیرا عدم ثبات در منطقه منجر به ایجاد و رشد داعش شده است. ضمن اینکه در شرایط بی‌ثبات در منطقه ایران می‌تواند علیه منافع ما و همپیمانانمان موضع‌گیری کند. و یا این اظهار نظر: در خاورمیانه در همکاری با متحدانمان با جاه‌طلبی‌های ایران که می‌خواهد بر منطقه مسلط شود مقابله می‌کنیم. اگر روبیو از سوی ترامپ به عنوان وزیر خارجه معرفی شود، او برای شروع به کار نیاز به رأی سنا دارد که با توجه به اکثریت جمهوری خواه سنا، روبیو کار سختی نخواهد داشت. گزینه دیگر دونالد ترامپ برای سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید، مایک والتس عضو فعلی مجلس نمایندگان آمریکاست. مایک والتس 50 ساله از نظامیان سابق آمریکا جزو نیروی ویژه ارتش آمریکا در افغانستان و خاورمیانه است. او همچنین از سال 2018 به مجلس نمایندگان راه یافت. والتس مانند روبیو از فلوریدا است و مواضع روشنی درباره جمهوری اسلامی و مسائل خاورمیانه دارد. پیشتر او در اکونومیست نوشته بود که رئیس جمهوری جدید آمریکا باید بگذارد اسرائیل کار را تمام کند. او همچنین درباره ایران گفته بود دولت ترامپ باید یک گزینه نظامی معتبر روی میز بگذارد تا به رهبران جمهوری اسلامی بفهماند که آمریکا مانع از دستیابی آنان به سلاح هسته‌ای خواهد شد. مایک والتس از جمله سیاستمداران آمریکایی است که حساب حکومت و مردم ایران را از هم جدا می‌داند. ببینید، من فکر می‌کنم مردم آمریکا از زنان ایرانی و از جنبش مهسا امینی و از آزادی اساسی همه مردم ایران حمایت می‌کنند و دولت ایران به وضوح به عنوان یک دیکتاتوری مذهبی رفتار می‌کند و مردم ایران برای آزادی فریاد می‌زنند و قطعاً اینجا در کنگره ما از آنها حمایت می‌کنیم. پیش از این رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعلام کرده بود برای سمت سفیر آمریکا در سازمان ملل هم الیز استفانیک نماینده زن جمهوری‌خواه عضو کنگره را در نظر دارد. این جنگ‌ها در زمان بایدن که یک فرمانده کل قوای ناکام محسوب میشه روی داده که در سخنرانی خودم هم به اون اشاره کردم، ولی ترامپ صلح از راه قدرت رو ایجاد کرد و باز هم این کارو خواهد کرد. سیران شرفی، صدای آمریکا.